ببخشید شما؟ سلام علیکم، خسته نباشین. احوال شما چطوره؟ مهمان این برنامه ما رو صداشون رو بعضیا خیلی دوست دارن، هیجان زده میشن، بعضیا میخوان ایشونو بکشن ساعت 1 شب. یعنی شغل ایشون یه جوریه که من نمیتونید حدس بزنید. من عرض میکنم خدمتتون، مهمان این برنامه ما گزارشگر ورزشی هستن. با چهرهشون و صداشون آشنایید؟ باز من خواهش میکنم خودشونو معرفی بفرمایید و سابقه کارشونو بگید. به نام خدا، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. عادل فردوسی پور هستم، متولد 53. بله. و حدود 4 سال الان من سابقه دارم. گزارش فوتبال. فوتبال بله. این شغل نیاز به استعداد خاصی داره یا نه؟ هر کسی میتونه انجام. خب به طبع هر شغلی به یه سری اولا علاقه نیاز داره. من فکر میکنم اولین چیزی که تو این شغل خیلی میتونه نقش اساسی ایفا کنه همون علاقه هست. یعنی من خودم که واقعا از بچگی دیوونه فوتبال بودم. بله. یعنی واقعا از صبح تا شب فکر ذکرم فوتباله. پس بیشترین علاقه‌تون به ورزش فوتباله؟ بله البته. بله. بعد خب تحصیلاتم فکر کنم خیلی مهم باشه، چون به هر حال یه سری اتحادیه عمومی در کل زمین‌ها باید داشته باشه. بله. عرض کنم که شما گزارش فوتبال که دارید انجام میدید، سلیقه خودتون نسبت به یک تیم، علاقه خودتون نسبت به یک تیم تأثیری در گزارشتون داره یا نه؟ نه دیگه، این نباید داشته باشه. نداره و نباید هم داشته باشه، چون تأثیر میذاره دیگه. یعنی مثلا اگه یه نفر از یه تیم خوشش بیاد، خب بتاب موقع گزارش نمیتونه اون علاقه خودش رو کتمان کنه. باید هم علاقه بذاریم کنار، حتی اگه هست، تا موقع گزارش واقعا 60 میلیون بیننده داره دیگه. حالا شده شما نتونسته باشین کارو انجام بدین، یعنی علاقه تو بذاری کنار؟ نه خوشبختانه، بازی خارجی بعضی موقع میشه. یعنی رو بازی خارجی زیاد حساسیت نیست. مثلا فلانی طرفدار لیورپوله، مثلا من طرفدار لیورپولم. حالا زیاد نمیشه بهم ایراد بگیره، اما داخلی خیلی خطرناکه. خطرناک. آره. خیلی آقا چرا یک دفعه وسط مسابقه فوتبال به جای گزارش راجع به مثلا چیزای دیگه حرف میزنن؟ یه دفعه یه رو مثلا. والا این کارو که نباید کرد، اما ببین بعضی موقع هست زمان مرده داره تو فوتبال. مثلا یه بازیکن مصدوم شده، نمیدونم بازی متوقف شده، اون موقع میشه مثلا یه بازیکن مصدوم در مورد اون گفت. حالا اگه بگیم که نمیدونم پدر بزرگش هم فلان بوده، به نظر من اشکالی نداره اگه آدم بدونه. بله. اما نوستی که مثلا توپ دور و بر محوطه جریمه است، دارن گل میزنن، من بیام بگم آخ تاریخچه این بازیکن اینجوری و نمیدونم فلان سال این کارو کرد و مادر زنش چیکار کرده، خب اینا میدونه یکم تناقض ایجاد میکنه بین چیزی که بیننده میبینه. خیلی مهمه که اون چیزی هم که میشنوه سنخیت داشته باشه. ولی این اتفاق اینجا زیاد میفته. بله. یعنی من گل دیدم تو در رفته توپ تو دروازه، هنوز راجع به مادر خانم یک بازیکن داشتن حرف میزنن. نباید اینجوری باشه. نباید اینجوری باشه. آقا ساعت 1 شب چراغای ساختمون مجتمع 10 طبقه از 5 واحدی همه خاموشه، یه چراغ روشن طبقه اول.
با هزار مصیبت و مسکن و آرام بخش هی قلط زدن تو جاشون، این 50 تا خونه خوابشون برده، پیرمرد پیرزن هم توشون هست. یه دفعه با ساعت 1 شب با فریاد گلگل شما این پیرمرده میچسبه به سقف از شدت ترس. صدای این تلویزیون تو کم کن، فقط تو واحد خودت بشنو. یه نمایش شما ببینین، من باز میام خدمت. بازی همچنان در میانه میدان جریان داره. رونالدو برای روبرتو کارلوس، دنیلسون، ریوالدو دوباره برای روبرتو کارلوس. با حرکات متقاطع سعی میکنن که دیوار دفاعی انگلیس رو دور بزنن. حالا برای رونالدو، خودش جلو میره به تنهایی. سلام. ضربه بلند و در دستان سیمن در فوتبال انگلیس. آقای دکتر، آقا یه پاس نمیتونه بده، بغل دستش خالیه بهش پاس نمیده، اگه میداد گل میشد. بله شما درست میفرمایید، اشتباه کردی، باید پاس میداد. آقای دکتر برادرم برادرتونه، قلبش نراته. ببخشید اسمشون چیه؟ آروم باش رضا. فرصت برای تیم انگلستان، پاس بلند رضا ملکی برای پول اسکولز، امانوئل پتی و توپ در دستان تافارل. چی شد؟ من نمیدونم این مربی رو نیمکت نشسته داره چه کار میکنه، داره چه غلطی میکنه، چه کار داره میکنه. بابا مگه نمیگن بازی فوتبال مبارزه بین مربی ها؟ بله بله. آقا باید ایده بده، باید تایید بده. نمیدونم. بله بله. آی دکتر برادرم قلبش داره فرمودی مشکلش چیه؟ قلبش آمده یه قلبش گرفت وسط خیابون. ارتباط رو قطع میکنن. غلطی قلبی داره. بله سامانه. روبرتو کارلوس برای رونالدو توی 18 قدم و گل. گل 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 گل. این کارو باید اول میداد. آره شما درست میگید، این کارو باید از اول انجام میداد. گل شد دیگه، افتادم جلو. ای داده بیدار، چه برادرم آهسته. برادر اسمش فرمودین چیه؟ اسم خب یاران انگلیس بازی رو آغاز میکنن. دیوید اسمش رضا ملکی بود. استیو مکمنم هم برای ایمانوئل. مشکل چیه؟ دیگه مشکلی نداره آقای دکتر. چطور مگه؟ برای دیوید بکام توی محوطه 18 قدم جواز دفع. پاس برای استیو بکمن من، دیوید بکام و توی دروازه. گل برای تیم انگلیس. حالا 1-1 بازی به تساوی کشیده میشه. میبینی آقا یه دقیقه نتونستن این گل رو نگه دارن. ببین چقدر اینا بی ارزن. یک دقیقه نتونستن تحمل کنن. برزیل آغاز میشه. ببخشید فرمودید که اسمشون چیه؟ رضا ملکی بود. برای دنیلسون ملک. پاس برای دونگا. خب مشکلش چیه؟ بازی در میانه میدان مشکلی نداره. جریان داره. مشکلی نداره. روبرتو کارلوس جواز دفن فقط میخواد. رونالدو رونالدو خود رونالدو جواز دفن برای الان صد. برای ریوالدو رفتن جلو دوباره صد. دنیلسون، روبرتو کارلوس. روبرتو کال. تو برو دیگه پاس جلو بده. پاس اشتباه روبرتو اشتباهه. کارلوس و توپ در اختیار دیوید. آقا ما چقدر باید تحمل کنیم اشتباهات اینا رو؟ آره حق داریم. چقدر باید بی توجه اینا چرا عوض نمی‌کنن؟ آقا از ذخیره ها استفاده کنن. از ذخیره ها استفاده کنن. اینا هم میگن مربی رو نیمکت نشسته چیکار کنید تو؟ خب از ذخیره ها استفاده کنین. نداشته. آی دکتر جواز برای ما بنویس. ما ببخشید فرمودید مشکلی چیه؟ مشکلی نداره دیگه. بله خب من چه کار کنم آقا؟ من نمیدونم. الو
بله. نه خیر آقا من نمیدونم. الو آقا من چند بار بگم؟ به من چه اصلا؟ سلام. هیچ پلوست از صبح تا حالا کجایی؟ چیه چی شده؟ این قددم بی مسئولیت، این قددم بی تعهد. منو میگی؟ از صبح تا حالا 10 دفعه زنگ زدن، این قددم بی خیال. من که اصلا امروز قراری نداشتم که. تو رو نمیگم که. و چرا سر من داد میزنی؟ آخه این آشیه که تو پختی. من که اصلا هیچ وقت آش نمیپزم که. حالا چیکار چی شده؟ بفرمایید. بعد چقدر داد میزنه؟ کی بود؟ از استادیوم بودن. از استادیوم؟ آقای گزارشگری که شما این همه سفارششو کردی اینجوری دست ما رو گذاشته تو حنا. مگه نرفته؟ نه خیر. آخ بهم گفته بود امروز عقد کنونش، اصلا یادم رفت. آها داده بیداد حالا چیکار کنیم؟ چه میدونم؟ میگم سوسن نمیشه مسابقه رو لغو کرد؟ به 100,000 نفر بگیم که برن خونه چون آقای گزارشگرمون عقدشه؟ نه خب فکرم جدی میگی ها. خب اولش جدی گفته بودم، حالا چیکار کنیم؟ چه میدونم؟ این دوست عزیزتون رو پیدا کنین بهشون بگین بفرمان برن سر کارشون. بفرمان کنونشه آدم اینقدر بی ارزه نمیشه. زنگ بزن بگو اخ کنونشو بندازه یه روز دیگه، این که واجب تره. سلام. آقا کجا این شما؟ عقدمه خانم. عقدتونه؟ شما اصلا بدونین امروز 100,000 نفر که نه شاید میلیون ها نفر منتظرن که صدای شما رو بشنون؟ چرا؟ من سعی کردم که یه مهمونی کوچولو رو بندازم، یه عقد کنون خیلی جمع جور، حتی صدای بلمونم کسی نشنوه. خب بله بهتره کسی نشنوه. بله برای چی آخه همه رو خبر کنیم؟ چه دلیل داره؟ حال چی شده منو اینقدر با عجله خبرم کردی؟ چیزی هنوز بله رو نگفته بودی؟ نه بابا تازه داشتی قن میسابید. قن میسابیدی؟ یه سوالی میکنم از شما، شما الان باید کجا باشی؟ سر سفره عقد. شما آبروی ما رو بردین، شما حیثیت برای ما نذاشتی. صد باشت روزت درست نیسته، جوان ها رو اول زندگیشون بخواهیم فیلم سرشون داد بزنی که درست نیستش. آدم اینقدر بی تعهد، آدم اینقدر بی خیال. من بی تعهد نیستم خانم. شما الان باید تو استادیوم باشی. چیز یاده نبود برای چی تو استادیوم باشم؟ اگه مسابقه است الان. بله الان مسابقه است. بله یعنی امروز مسابقه است. بله بازی که امروزه. نگید تو رو خدا نگید، تلویزیون اینجا ندارین، رادیو چیزی ندارین. من هیچ مسابقه تا الان از دست ندادم، یه کاری بکنید. آقا لطف کنید عجله کنید اینجا نشینید. آژانس خواهد. چیزه عقد کنون چی میشه؟ چه میدونم لغوش میکنه. وا عقدتونو به هم میزنی؟ چی کار کنم دیگه؟ اینقدردم بی تعهد، اینقدردم بی مسئولیت. الو دیدی چطور کنی یک ماشین دیدی چطور شد؟ آژانس کاریابی. آخه تو مگه نگفتی 2-3 روز دیگه بود این مسابقه بود؟ الان آژانس میاد. الان آژانس میاد. نه امروز بود یادتم. الان آژانس میاد. اونا هم مثل شما عجله داشتن. در حال من برای شما یک عقدو به هم بزنی؟ عقدو به هم بزنی؟ چی کار کنم دیگه؟ باید این کارو بکنم. کار دیگه ای میشه کرد؟ چی عقدو به هم میزنی؟ چی کار کنم؟ شما بگو من چی کار کنم؟ اونا هم مثل شما عجله داشتن این آژانسیا. الان میان سری شما رو میبرن. شما تشریف ببرین اونجا. من یک کاری میکنم شما به عقدتونم برسید. هماهنگ میکنم. من خودم هماهنگ میکنم. هماهنگ میکنید واقعا؟ بله. عالیه. اصلا بذاریم بگم من چیکار. چجوری؟ بذاریم بگم من چیکار میکنم. ببینید من الان تمام اون مهمونهایی که الان سر سفره عقد شما باشن هماهنگ میکنم که بیام با شما تو استودیوم، شما هم گزارشتون رو تهیه کنین، همین که مراسم عقدتون رو برپا کنین دیگه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. بله ما مینیبوس هم که داریم. ماشین است اومده. بهروز میبره همه دوستانمون اونجا راهنمایی میکنی. من خودم میرم. بله ببرین اونجا. سریع. خدافظ.
این همه آدم بی تعهد و بی مسئولیت من ندیدم. شما خودت هم هنگام دیدن و گزارش کردن فوتبال هیجان زده هم میشی؟ اگه بازی زنده باشه آره. نباید بشین یا اشکال نداره اگه بشین؟ خب هر چه آدم هیجان زده داریم تا هیجان زده. مثلا من هیجان زده بشم بالا پایین بپرم که خب نمیتونم گزارش کنم. تا حالا شده به خاطر برد یا باخت یک تیم گریه کنید؟ گریه که نه، خب شده ناراحت بشم. حالا قدیما بچه بودم چرا، خب الان دیگه نه. الان گریه نمیکنم. ترک کردین. عرض کنم که شما تو خونه هم که مدام مسابقات ورزشی میبینید و هیچ کسی حق نداره بزنه یک کانال دیگه، یعنی خونه شما یک کانال حق دارن ببینن تقریبا. چرا اینجوریه؟ تو خیلی خونه ها اینجوریه ها. بله. چیکار باید کرد؟ والا باید کنار بیام با هم دیگه دو تا تلویزیون بگیرم. دو تا؟ آقا دو تا تلویزیون بخرین. دو تا تلویزیون بخرین وقتی مشکل به این راحتی حل میشه. دو تلویزیون بر اونو تا هر چی در راز بقا ببین، اخبار ببین هرچی دوست داری. ایشون هم اجازه بدید که همون ورزش ببینن، صبح چه فوتبال ببین. بفرمایید که شما هنوز متأهل که نیستین؟ نه نیستین. خیلی خب، اون وقت میزان تحصیلاتتون چیه؟ من فوق لیسانس مهندسی صنایع هستم. چرا چی شد که وارد این کار گزارشگری شدین پس؟ والا میگم فقط علاقه، یعنی من از بچگی خیلی علاقه داشتم وارد این کار بشم. چیز جالبم چه تربیت بدنی نرفتین پس؟ تربیت بدنی خب یعنی جوری بود به تحصیلم علاقه، نه که فقط به فوتبال علاقه داشتم، یعنی درس هم بعد نبود. می‌خواستین یه خاطره بگی چیزی؟ نه چیزی می‌خواستین بگی؟ اینو می‌خواستم بگم که یعنی این علاقه مندی که شما سال قبلتون پرسید، واقعا من بهش فکر می‌کنم، فهم می‌کنم بیش از این که اکتسابی باشه ذاتی، یعنی علاقه مندی به فوتبال تو کشور ما یه جوریه که حالا تو خیلی از کشورها، برزیل، تو آمریکای جنوبی اینا، یه جوریه که واقعا ذاتاً از مادرزاد کسی که به دنیا میاد علاقه‌منده. من خودم حالا نکته رو بعضی جاها گفتم، خانواده من ناراحت شدن، تو خانواده پدری و مادری ما اصلا یه ذره به فوتبال علاقه نداره، اصلا ورزش اصلا کلا. حالا شما اینجا داری میری خونه؟ من سعی میکنم نرم. یعنی من اینو میخوام بگم که این علاقه‌مندی به ورزش چیز خیلی جالبیه، یعنی واقعا تو ذات آدم، تو خون و پوست آدم واقعا علاقه من باشه. بله. خب بفرمایید که یک گزارشگر ورزشی موفق، نمیشه اینا رو استاندارد گفت، ولی تا اونجایی که میشه، حالا چیزی که به ذهن شما میرسه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید. والا فکر کنم همون تحصیلات داشته باشه، بعد به زبان انگلیسی حتما، یا زبان حالا آلمانی، به حال زبانی که ببین الان اکتفا کرده و منابع داخلی نمیتونه اصلا ضامن موفقیت باشه. یعنی به حال اینترنت هست، نمیدونم مجلات خارجی با اینو با ارتباط برقرار کرد. اگه بخوای واقعا آنچه که در روز میگذره رو به بیننده منتقل کنی، باید حتما اینجوری بود، تحصیلات داشته باشه، به حال به زبان فارسی، چون اون چیزیه که به بیننده انتقال پیدا میکنه، تسلط داشته باشه، و همون جوری که شما گفتید رنگ ها براش مهم نباشه. برکلا بیشتر تمومه. همینو ادامه بدی، تمومه. چی رو تموم؟ مقاومت کن. برو تو میتونی یه ذره بیشتر. بیشتر برکلا زور بزن. مقاومت کن برو همینجور خوبه. کچ کن. آها اینجوری ضربه فنی شد. برو یه اینجوری نمی... آها یکم همت کن. آها ببین تو موفق میشی یه ذره بیشتر بابا یه ذره زور بیار دیگه به خود. آها آها برو آها بارکلا یکم نشد دیگه حواست. برو بارکلا برش کرد برنگردی ماچتو نشکون برو خوبه. آها نزار. آها برو یه ذره تمومه برو تمومه
یه سر دوره بعد که دوره بعدم همین آش همین کاسه دوره بعد حسابتو میرسم من حالا من میدونم و تو بله حسابتو میرسم اسمتون؟ حمید مبتکر هستم. مبتکر؟ بله. شغلتون؟ گزارشگر ورزشی. گزارشگر ورزشی. از چه زمانی بفرمایید که به بازیگری علاقه‌مند شدید؟ دقیقاً به خاطر ندارم. تقریباً بفرمایید. من حس می‌کنم بازیگر هستم و همیشه بودم. در واقع این گزارشگری ورزشیه که از بازیگریم بیرون میاد. از بازیگریتون بیرون میاد گزارش میشه بیشتر توضیح بدین؟ ببینید من همراه با گزارش همیشه بازی هم میکنم. از اولش هم همینطور بودم. اولش کی بوده؟ یعنی از اولش هم من همراه گزارشگری بازی میکردم. کی بوده از اولش؟ چندین سال پیش با بچه ها که میرفتیم استادیوم پشت دروازه میشستیم. بعد برای بچه ها همه چشماشون ضعیف بود، دو متریشون رو نمیدیدن، اما من چشم داشتم مثل آب. همینطوری که من گزارش میکردم همینطوری هم بازی میکردم. میگفتم که توپ زیر پای کیه، همونطور همون کارهایی که اونا میکردن منو انجام میدادم. مثلا اگر اونا هد میزدن منو هد میزدم، دیرب میزدن منم دیرب میزدم. نمیدونی چه میکردم من. میشه یه تیکش رو بازی کنید الان؟ همونجوری بازی کنم؟ خواهش میکنم. حالا توپ زیر پای رونالدو میاد دریبلش کنه، میاد سانت کنه که ازش توپو میگیرن. امروز خیلی کلافه و عصبی نشون میده رونالدو. یکی دوباره با داور بحث میکنه، عجب کار زشتی میکنه. حالا دوباره توپو به رونالدو میدن، توپ زیر پاشه، چه میکنه؟ میره جلو زیر 18 قدم، گل گل گل. متشکرم. بله، فرض کنید که سوار یک آسانسور شدین. بله. داری تشریف میری طبقات بالا. بله. به دلیلی آسانسور گیر میکنه میان راه. بله. این موقعیت رو میتونید بازی کنید، این به دام افتادنتون رو میتونید بازی کنید. بله. بفهم. وایستم بازی کنم یا میتونم نشسته بازی کنم؟ هر جوری دوست دارید بازی کنم. همکاران من اشاره میکنن که آسانسور گیر کرده، یعنی ما هم تو آسانسور گیر کردیم و درش باز نمیشه. به محض اینکه در آسانسور باز بشه من حتما عرض خواهم کرد. ببخشید در آسانسور باز شد؟ خیر. هنوز میگن که باز نشده. بله، به محض اینکه در آسانسور باز بشه من حتما به خدمتتون عرض خواهم کرد. بله. ببینید لطف کنید تلاشتون رو برای خلاص شدن از داخل آسانسور نشون بدید. بله. الان هوا هم کم شده. همکارم اشاره میکنن که هوا هم کم شده. بله. خب بازی رو ادامه میدیم. دگمهش طبقه اول فشار میدیم، کار نمیکنه. طبقه دوم هم فشار میدیم، کار نمیکنه. سوم، چهارم، پنجم، ای بابا اینا چطور که کار نمیکنند؟ اگه بازی بخواد همینطور ادامه پیدا کنه فکر نکنم که اونقدر اسخستار باشیم که بتونیم بازی رو به پایان ببریم و تلف نشیم. بله. بفرمایید. بله. اسخستار فرمودین؟ بله. یه جسد میفته جلو پاتون وقتی دارید گزارش ورزش دارید داخل آسانسور هستید تلاش میکنید که بیایید بیرون، یه جسد میفته داخل پاتون، میفته جلو پاتون. حالا جسد میفته. تلفن تماستون همینه که اینجا نوشته. بله. بله. ما تماس میگیریم خدمتتون. اگه گزارشی چیزی بود من در خدمت هستم. زنگ میزنم خدمتتون اگه گزارشی چیزی نیاز بود. چشم. خدا نگهدار.
خب شما دوره خاصی برای گزارشگری دیدین یا نه؟ والا متاسفانه نه. یعنی رفتین تست دادین؟ بله دیگه مستماجد رفتم. یعنی من هیچ دوره خاصی واقعا تایی نکنم. اگه باشه که خیلی خوبه، به هر حال یه سری اصولی داره. بله. اینا رو آدم تجربی یاد نگیره خیلی بهتره. تا شما خواستگاری که برین بپرسن شغلتون چیه، میگین گزارشگر ورزشی؟ نه خب به هر حال من تو رشته خود حالا تو دانشگاه هم تدریس میکنم. اول اونو میگین ها؟ اول نمیشه گفت، میگم جفتش. خب عرض کنم که شما خودتون ورزش هم که میکنید؟ بله. فوتبال؟ فوتبال. فوتبال. اصلا میتونم. فقط فوتبال. حالا ایشون داره من توپ چلتیکه میبینه. بدمینتون هم بازی میکنه. بدمینتون هم بازی میکنه. خیلی. برد و باخت به نظر شما چقدر مهمه؟ خب به تب هر کسی موقع بازی کردن که همه دوست دارن ببرن. حالا خب چه مسابقات دانشکده‌ای خیلی ساده باشه که جایزه هم نداره، تا اون مسابقه که مثلا 1,000,000 مارک جایزه میدن به تیمی که بنده. برد و باخت به هر حال مهمه، اما تا حدی دیگه، یعنی یه سری ارزش‌ها رو نباید کنار گذاشت. بله. مهم میگن بچه‌ها با غیرت بازی میکنن و بازی جوانمردانه است. یعنی چی میگین جوانمردانه؟ والا این خب بازی جوانمردانه یا فر پلی که چند سال یه باب شده تو فوتبال، یه چیزی هم که اصلا فقط منحصر به فوتبال ما نمیشه که ما بگیم نه ما فقط بازی جوانمردانه میکنیم. نه الان تو بورکینافاسو هم که شما نگاه کنید فوتبالش های بازیکن حریف مصدوم میشه توپو میزنن بیرون، خیلی چیز عادیه. بله. یه چیزای باب شده برای اینکه فوتبال هم به هر حال حرفش این باشه که خب جوانمردی هم توش هست. شما زبان و اصطلاحات خاص خودتون هم دارین دیگه، هر گزارشگری خاص خودش چیزایی رو داره. میشه که به هر حال بعضی چیزا تکیه کردم شد. بله. عرض کنم خدمتتون که یه سوال ببخشید منظورم بپرسید، این رنگایی که شما قرمز و آبی اینجا هست تصادفیه یا به طور مساوی هم می‌بینم؟ نه اینجا که خیلی صاحب نداره که. اینجا مثلا اینجا یکی اومده قرمز زده، نصفش مونده که بره فردا بیاد بقیه‌شو ادامه بده. فردا یکی دیگه جاش اومده، اون نیومده، بقیه‌شو آبی رفته چون خودش آبی دوست داشت. نه اینجا خیلی جدی نگیر ما رو بخواست. عرض کنم خدمتتون که اینجا نوشته که به ورزش علاقه‌مندی عزیزم. خیلی خوب، اشکال نداره. طرفدار یه تیم خاص هم هستی؟ بازم اشکال نداره. خیلی دوست داری بری ورزش هم از نزدیک ببینی؟ چه اشکال داره؟ چی از این بهتر؟ آجر چرا پرت میکنی به طرفدار تیم مقابلت؟ این چیزی که من ندیدم خودم از نزدیک بوده دیگه، ها شما نزدیک زیاد دید. بله ترقه و آجر و همه چی. ترقه و آجر و همه چی یعنی چی؟ تو طرفدار تیم خودت باش، اونم طرفدار تیم خود چه؟ اون آجر بزنه تو سر ترقه تو خوبه؟ یه نمایش ببینین، من الان میام خدمت. بله. این برنامه‌ای که الان ضبط میشه زنده نیست. بله. بنابراین شما بایستی خیلی با هیجان، خیلی انرژیک و خیلی محکم با تمام وجود لحظه‌ای که گل میشه حس رو در بیننده به وجود بیاری که گل رو با تمام وجودش حس بکنه. حتما. متوجه شدی؟ بله بله. خیلی خوب، بریم برای ضبط. بچه‌ها ضبط رو روشن بکنی. ضبط میشه. شروع کن. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، میریم که داشته باشیم مسابقه بین تیم‌های برزیل و فرانسه. برزیل بازی رو آغاز میکنه از وسط زمین، یار شماره 10 خودش میره تو از جناح چپ، حالا میکشه وسط، پاس میده تو داخل 18 قدم و گل. گل شماره 4 با یک هد زیبا گل. متوجه نشدی من چی گفتم؟ من گفتم که شنونده باید این گل رو حس کنه، یعنی لحظه‌ای که شما اعلام می‌کنی گل گل، توپو توی تور ببینه. متوجه میشین چی میگه؟ بله منتها من قلبم ناراحته، نمیتونم خیلی. خب این که ربطی به قلب نداره عزیز من. فشار نباید به قلبم. تورید نمیشه. هیچ تورید نمیشه. هیچ تورید نمیشه. شما کارتو انجام بده. کارتو انجام چش. بده. با تمام وجود انرژیک میگی گل گل، یعنی باید توی اون لحظه توپو توی تور ببینه شنونده. بله. درسته؟ بل. مشکلی نداری؟ نه. آقا ضبط رو روشن کن. ضبط میشه.
با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، میریم که داشته باشیم مسابقه بین تیمای فوتبال برزیل و فرانسه رو. تیم برزیل بازی رو آغاز میکنه، از جناح چپ داخل زمین فرانسه میشن. حالا شعار شماره 10 خودش از جناح چپ نفوذ میکنه، حالا پاس میده داخل 18 قدم شماره 4، یه هد زیبا، گل. رفتی گل فروشی گل بگیری؟ آخه آی کاری، من قلبم باتری توشه، خیلی فشاری هم، کارم تمومه. توریت نمیشه عزیز من، توریت نمیشه. اگه مسئله پیش اومد به عهده من. بیشتر از این؟ باید انرژیک بگی. شنونده بایستی توپو توی تور ببینه لحظه‌ای که میگی گل. شلول نباشه، محکم. محکم قلبم آخه میگیره. ربطی به قلب نداره که. چشم، بریم آقای کار، من درستش میکنم. مشکلی نداری؟ ضبط روشن کن. ضبط میشه. شروع کن. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، میریم که داشته باشیم مسابقه بین تیم‌های فوتبال برزیل و فرانسه رو. برزیل بازی رو آغاز میکنه، حالا از جناح راستی نفوذ رو دارن یاره شماره 10، خودش میاد وسط، پاس میده به شماره 8، شماره 8 با شماره 4 پاسکاری میکنه، خودش 1-1-2، حالا و شماره 10 میاد گل. قلبم داره میگیره آقای کارگران، دیگه بیشتر از این؟ آقا جا این چه ربطی به قلب تو داره آخه؟ باتری داره. گل میخوای بگی؟ گل دو حرفه، گاف و لام. این ارتباط به قلب تو داره؟ از اینم محکمتر؟ اصلا باید با همه وجود بگی گل. شما با یه مش جوون طرفی داری، برای اونا گزارش میکنی، تمام سرپاشون انرژیه، باید حس کنن، باید توپ و توی تور ببینن. آقا چند بار باید به تو توضیح بدم؟ چند بار؟ اگه نمیتونی، اگه مریضی، خب برو سر جا بخواب. چشم. با همه گوش کن عزیز من، با همه انرژی، با همه توانت چی میگی؟ گل. یه بارم میگی، یه بار، نمیخواد دوبار بگی. توجیه شدی؟ بله. بریم مریضه. بله. آقا ضبط روشن کن بچه. ضبط شروع کن. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، مسابقه بین تیم‌های فرانسه و ایتالیا رو برای شما عزیزان گزارش می‌کنیم. حالا تیم فوتبال برزیل بازی رو آغاز می‌کنه، از جناح راست وارد زمین تیم فرانسه میشه، شماره 10 خودش 1-1-2 رو با شماره 9 داره، شماره 9 داخل 18 قدم میره، شماره 4 این شد. آقا ضبط رو خاموش کن. امشب شب قشنگیه. خب معلومه، امشب سالگرد ازدواجمونه. میدونی تو توی این یه سال انقدر سرگرم کارت بودی که نمیخوام گله کنم، ولی ما حتی فرصت نداشتیم که با هم درد و دل کنیم. من خودت میدونی که من یه گزارشگر ورزشیم، وقتم پره دیگه، ولی خب الان سراپا گوشم. خیلی خب میدونم، ولی حتی یه گزارشگر ورزشی هم بالاخره تو زندگیش چیزای دیگه ای هم باید واسهش مهم باشه. حالا مهم نیست. خب بگو، من میشنوم. روزای اول آشناییمون یادت میاد؟ یادم میاد. من قبل از آشنایی همش توی اوت بودم، هر جا جاگیری میکردم تو آفساید بود، ولی وقتی تو اومدی انگار یه یار کلیدی به تیم ما اضافه شد، اصلا تیم جون گرفت. سعید حواست کجاست؟ آه ببخشید. خب ادامه بده. اوایل بابا با ازدواجمون مخالف بود یادته، ولی تو انقدر سماجت کردی و رفتی اومدی تا بابام موافقت کرد. آره یادمه، من هرچی حمله میکردم بابا دفاع میکرد، اونم یه دفاع چند لایه.
ولی بالاخره مجبور شد پنالتی رو بده. سعید حواستو جمع کن، تو امروز مرخصی گرفتی. آه، با تهیه کننده صحبت کردم، گفتم اصلا فکر کن امروز من جز رزرویام، من اصلا مصدوم به حساب بیار. خب بگو. سعید اینجا تلویزیون نیست، اینجا رستورانه. میدونم تو هم الان یک گذاشت کرد ورزشی نیست، تو همسر منی. میدونم میدونم، اینجا یه رستوران گمنامه که نمیتونه با تیمای دیگه مقابله کنه. واقعا که همیشه حرفای تو همینجوری بوده، تو یه گزارشگر دیوونه هستی، اصلا نمیتونی بفهمی که زندگی بالاخره چیزای دیگه هم داره. همیشه حرفامو به همینجا ختم شده. واقعا که واسهت متاسفم. کجا داری میری عزم؟ بازی 90 دقیقه است، ما فقط 10 دقیقه است که اینجا نشستیم، 80 دقیقه دیگه تو وقت داری، تو میتونی با یکی دو تا تعویض دیگه بازی رو به نفع خودت برگردونی. وایسا، کجا داری میری؟ بفرمایین که چرا به کارشناسانی که میان در مورد فوتبالی که دارید شما گزارش میدید ازشون سوال بشه و نظرشون رو بپرسید نمیذارید یک کلمه حرف بزنن؟ یعنی من دیدم این کارشناس، سه تا کارشناس محترم فوتبال اومدن نشستن، با آژانس اومدن تا اونجا نشستن، بعد سلام میکنن به بینندگان عزیز اولش، بعد دیگه شما همجوری گزارش میدون راجع به سوابق فوتبال و فلان بازیکن و اینا، بعد بگید که نظر آقای فلانی رو بپرسیم، تا میاد شروع کنه بگید اجازه بدید من این لحظه حساس هست اجازه بدید گزارش کنم، تا بعد باز دومین کلماتی که از ایشون میشنویم خداحافظی و آرزوی سلامتی برای بینندگان عزیز دوباره. چرا کارشناسا دعوت میشن و حرف نمیزنن؟ هر کی در این حد حساب مدیری، اما ببینید یه بازی زنده که پخش میشه، یعنی ببین تو خارج که خب من گزارشا رو میشنوم اینجوریه که واقعا در حد 3 4 ثانیه میاد یه تیکر رو میگه، بعد سکوت میکنه تا گزارشگر کارش ادامه بده. اینا اینجا باید این جا بیفته که واقعا فقط تو زمانه مرده کارشناس صحبت کنه. حتی یه بازی زنده مثلا منچستر و بایر مونیخ دارن بازی میکنن، فینال جام باشگاه اروپا یا ایتالیا مثلا با تیم دیگه داره بازی میکنه، اوج حساسیت هست، خب بیننده انتظار داره اون صحنه گزارش بشه، اینکه صحبت بشه این تیم الان مربیش اینجوری و و و، خب یکم تناقض داره با اون چیز ذهنیت بیننده. بعد این جا بیفته که کارشناسی که تشریف میاره به قول شما همه زحمت میکشه میاد، فقط اون زمانی که باید صحبت کنه صحبت کنه. خوشبختانه الان خیلی بهتر شده، یعنی داره کم کم جا میفته. خب لشو اینجا نوشتی که آقا از صبح سر کار بودی تا 8 شب، خانم و بچه ها منتظر، شام درست کردن، سفره چیدن، زحمت کشتن تا شما تشریف بیارین خونه، چهار کلمه باشون حرف بزنین، با بچه ها بازی بکنین، تعریف کنین امروز چه خبر بوده و تعریف های خانمتون رو بشنوین. از در میای تو این کانالت نمیدونم چند رو روشن میکنی، فوتبال داره بحث میکنه، قاشقو میکنی تو چشت به جای که دهنت، از بس حواست به فوتبال نه یه کلمه حرف میزنی با کسی، هیچ کس هم حق نداره باهات حرف بزنه، ممکنه دو ثانیه از این فوتبال از دست بدی، بعدم ساعت یک میشه تلپ میگیری اون گوشه میخوابی، فرداش دوباره همینطور، هر شب داره فوتبال پخش میکنه تلویزیون دیگه، هر شب زندگی شما همینه. عرض کنم که میفرمایند چه میکنه این؟ یعنی آقای فردوسی پور خیلی از این کلمه استفاده میکنه که فلانی چه میکنه؟ شما راجع به همین جمله اصلا از کی فکر کردید به این جمله علاقه دارید؟ راستش چجوری شروع شد؟ خیلی تصادفی اینجوری شد، یعنی بازی آرژانتین انگلیس بود جام جهانی 98 که مایکل اوون از زمین خودشون پا به تو پرکت کرد، همینجوری واقعا به شکل کاملا تصادفی اومد به ذهنم و گفتم و اینقدر مردم استقبال کردن اصلا دوست ندارم مردم استقبال کردن نه یعنی چه میدونی دوست ندارم یعنی همه بشینم ببینن که من کی میگم چه میکنه، این جالب نیست، یعنی اینجوری تکه کلام بشه، اما واقعا بعضی موقع ناخودآگاه آدم میگه دیگه چیکار کنه. موقع گزارش کجای زمین هستین شما؟ نزدیکین؟ دورین؟ کنار زمین؟ بازی خارجی که مونیتور 11 اینچ کوچولو جلومونه که همه آخه میبینن میگن شما مثلا
تلویزیون رو نمیدونم 50 اینچ جلوتونه، میگه نه بابا 11 اینچ کوچولو جلومونه. و موقع بازی داخلی هم که متاسفانه ما کنار زمین هستیم پایین، اما خب تو خارج همه جا باب هست که بالا جایگاه داره. شما توپ تا حالا خورده تو سرتون کنار زمین؟ خوشبختانه چه خبر؟ خبر. آقا خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحال شدم اومدی. خیلی ممنون. اتفاقا امروز خیلی روز خوبیه. میدونی چرا؟ چرا؟ سعید بیات میخواد بیاد اینجا. آره. سعید بیات کیه؟ سعید بیات. ای بابا سعید بیات مفسرت گزارش ورزشی و این چیزات، مخصوصا فوتبال. سعید بیات. سعید بیات. رفیق توئه. آقا از بچهای گلماه گفتم بیاد اینجا. میدونستم تو هم میای. گفتم بیاد با هم آشنا شین. خیلی بچه ما. خیلی بچه اومد. اومد. آقا سعید بفرما. اومد. سلام. سلام آقا سعید. سلام. دلم. خیلی خوش اومدید. آقا مجید. آقا مجید. آقا سعید بیاد که خدمت شما. بفرما. خیلی خوش اومدید. خوبی آقا؟ سلامتی؟ چه خبر؟ اینه گل ما. اصلا نمیدونی خیلی پسر ما سالاست ما هم رفیق. آقا ما کار شما رو خیلی دوست داریم. خیلی متشکرم. تعریف شما رو زیاد شنیدیم. خیلی ممنونم شما لطف دارید. خب چه خبر از کار؟ چیکار می‌کنی؟ سلامتی، فقط و فقط مشغول. آقا به ما سر نمیذاره. ما فقط صدا تو باید از تو تلویزیون بشنویم. این رسمشه. ببخشید دیگه وقت نمی‌کنم، ترافیک کاریم خیلی زیاده. به ما سر بزن، ما خوشحال میشیم. خواهش می‌کنم. خواهش. دوستم اومده بود اینجا گفتم بله اتفاقا می‌خواستم بگم که یک فوتبال خوب امروز از تلویزیون پخش میشه. خیلی خوب شد. همین 5 دقیقه دیگه حدودا شروع میشه. کنار دوست عزیز می‌شینیم نگاه می‌کنیم. کجاست؟ بازی چیه؟ 5 دقیقه دیگه فرانسه و اسپانیا. بازی بسیار جذاب و دیدنی. چه بازی میشه؟ اونم بلد. کنار تو که دیگه عالی. بس بزن روشن کنم تلویزیونو. آها همین شبکه است دیگه نه؟ همین. آره خب الان شروع میشه. در آستانه ورود تو صداش رو قطع و بست میشه. کمه حتما صداش رو. ساره صداش رو زیاد کن خوب میشه. قطع و بست میشه. چرا صدا نداره اصلا؟ بسه الان درستش وران و تو توسط دروازه‌بان رسما مهار میشه. بزن یکی دوتا توی سرش. بینندگان عزیز توجه فرمایید، از اشکالی که در پخش صدای برنامه پیش اومده ازتون پوزش میطلبیم. همکاران ما تلاش میکنن که این اشکال رو هرچی زودتر برطرف کنن. لطفاً به گیرنده های خود دست نزنید. ای داد شانس اشکال از پخش شانس صدا که نمیشه. فقط نگاه میکنی ایراد نداره، فوتبال قشنگه. نگاه میکنه فقط. آخه صدا نداره فایده نداره. چیکار کنین؟ آقا یه فکری. بله. آقا شما گزارش کن. صدا نمیخواد. کار مشکلیه. دیگه تیمم میشناسی بازی رو که دیگه. نه تو کارم. بذار من کمش. آقا زنده زنده. ای بله. گوش کنید این چیزه اون تو استدیو صدا ما. آقا شروع شد. شروع شد. ببین بچه ها اومدن تو زمین. بارو آقا بارو دیگه با اجازهتون من گزارش کنم. ساکت شد. بله بینندگان عزیز، بازی بین دو تیم ایران با ببخشید اسپانیا و فرانسه رو برای شما گزارش میکنیم. یک فوتبال بسیار سقرسار و جوندار، این بچه ها فعل خواستن رو میرن که صرف کنن. یک فوتبال عالی. بازی توسط تیم اسپانیا شروع میشه. تو توی زمین تیم فرانسه داخل 18 قدم. نه تلویزیون نیست. پاس داده میشه برای فوز سولوارز. خود سولوارز کم میکنی؟ دریش و فالا یکم صداش کم میکنی؟ یه ذره صداش کم میکنی؟ من حتما خیلی با تو از کنار دروازه به اوت نیمه اول گلچین عزیز برای بچهای تیم فرانسه کمر همت باستان کمر همت باستان که بتونن این فوتبال رو ببرن. فل خواستن رو هم صرف کردن. خیلی جالبه. تو توی زمینه
درود و صد درود. میدان ادب این آورد ورزش نمون را در مقابل دیدگان گزارش خواه شما انبر حضوران به نصاب می نشینیم و گرم می کنیم گزارشگر و ادب او را به ورزش. تو از توپی گزارش کرده بودی که در پنچر شدن همتا ندارد. ادب گزارش ورزشی یا گزارش ورزشی ادب پیشینه‌ای به خدمت ورزش، گزارش و ادب دارد. اولین گزارش ورزش را به اسب چران پرویی با مسمای لوغ بیباغ نسبت می‌دهند. او سوار بر اسبان خیشان خیش می‌گشت و از لحظه به لحظه ورزشش گزارش می‌نمود. هوش جوشا فتیل پیچیان میانه تاریخ ادب اولین فنون ادب خود را بر تشکای کشتی مثبت نمودند با این هنگامه: ای خوشان کشتی که اندازه جانان باشد. و از ادب مسابقات خود گزارش می نمودند بزکش فضا. این ادیبان کلید باراندازهای ادب را به جمیع فنونیون نمودند و آنان را در گزارشات خود با ادبات اشکل گربه، سرزیر بغل، کفتربند و کنده حسیرمال آشنا نمودند. نماد نما NBAیان شرق و غرب قرون وسطی پس از بازیات وسطی و بلگیری از حرفا دست به تولید آنچنان ادبات ورزشی زدند که زبانزد خاص و عام ادب گشتند. آنان سبکی ورزشی با مسمای بسکتبالیسم ارائه نمودند. اما اولین گزارش ادب تثبیت شده به یونانیه میانیه برمیگردد، آنجا که ادیبان در ادبکده ژیمناسیوم آفتاب بالانس های ادبی می نمودند و سراسر گیتی را زیر یوغ گزارشات ادب خرکلغه، واروجم و نیمپیچ زاویه خود قرار می دادند. پشتکفزا آماد اوست دسنسینی دو سیمانتوس آلوارز ناصر خمینز دو کارلوس خورخ لوی سلطنه ملقب به پله اولین ادیب پا به توپی بود که از توپی ادب یک سر به قلل ادب گزارشگری بالا نمود. نمودگان نمو دورگوانی چند در آمادگان پخش به سر میبرند، به گوش جان نیوش میکنیم. با سلام خدمت استاد محترم. درود. ادیب گزارشگری هستم که ادب معلوماتی هم حرفی برای گفتن ندارد و زیاد نشده است. زیادش کنید و مثال بزنید. مثلا هنوز فرق دار حلقه و کرال سینه رو نمیدونم، برای همین شیش دوم توی لاک دفاعی رفتم. بیشتر بخوانید و کمتر حرف بزنید. توصیه شما استقرصدار نیست، پس کی گزارش کنه؟ بدهید همکارانتون گزارش کنند تا شما وجوه افتراق بین دار حلقه و کرال سینه رو فرا بگیرید. پس برم که داشته باشم اضافه معلوماتو؟ بری. اون وقت که گزارشگر تمام عیار چغر که حرفی برای گفتن داره میشم؟ حتما، هم چغر میشوی و هم باقی اون. متشکرم. سپاسگزارم. دورگوی دیگر. با سلام خدمت استاد محترم. درود. میکروفونی هستم تازه کار. نگویید میکروفون، بفرمایید صدا باریکه. صدا باریکه‌ای هستم که تمام سیمام قاطی شده. از چه رو سیمهایتون قاطی شده؟ از بس این ادیب گزارشگران با هر حرکت ادیب ورزشکاران بلند بلند داد میزنن. چه کنند؟ اختزای شغل است و همچنین ایجاد هیجان. پس ادب این حرفه کجا میره؟ نمیگن این صدا باریکه بدبخت تمام سیماش قاطی کرده؟
خیر، صدا باریکه ها معمولا طوری ساخته می شوند که سیم هایشان نه قاطی شوند و نه بسوزند. یعنی چی استاد؟ من یه چیزی میگم، شما یه چیز دیگه. دوست ندارین جواب ندین. صدا باریکه چون، صدایت رو پایین بیاور، وگرنه صدای من رساتر است. البته جا دارد ادیب گزارشگران نیز رعایت حال صدا باریکان رو بنمایند. و اما واژگان گزیده این مقال، زین پس به جای واژه غریب و بیگانه پارالل به سبب رها بودن پاها بفرمایید پاهاول. دیگر واژه گزیده این مقال، به جای واژه محجور و منحوت تورنمنت یا تورنمنت، زین پس بفرمایید تور بیمنت یا سفر بیبلا. واژگان گزیده این مقال، تور بیمنت یا سفر بیبلا به جای واژه بیگانه تورنمنت یا تورنمنت، و پاهاول به سبب رها بودن پاها به جای واژه بیگانه پارالل. رخسار بردار آورد می اشارد که روزبهان تولیده می خواهد روز گاه را به شب بیگاه تولید نماید، تا رخسار بردار به او می نماید که سر و صدا ننماید. آورد را به پهنه می آوریم. درود و دو صد بدرود. چرا اکثر مسابقات ورزشی ساعت 12 شب به بعد پخش میشه؟ حالا ما هم دوست داریم زودتر پخش بشه، اما بازی زنده که الان بیشتر چون تو اروپا بیشتر بازی‌ها برگزار میشه، بازی حساس، بیشتر ساعتشون همون دور 10-11 شب. اما خب این که چرا برنامه‌های ورزشی که ضبط شده هست ساعت 12 پخش میشه، ما هم دوست داریم زودتر پخش. شما فقط فوتبال گزارش می‌کنی، کار دیگه گزارش نمی‌کنی؟ رشته دیگه؟ من اول یکم تنیس گزارش می‌کردم، اما فقط فوتبال گزارش می‌کنم. خب اون وقت خدمت شما عرض کنم که من سوالم تموم شد. اینجا نوشته که انقدر که به گزارش ورزشی علاقه داری، اخبارم می‌بینی جان؟ فیلم های مستند هم میبینی؟ به نظرم یکم مفیده اینا همه با هم. کسانی رو میشناسم که شبانه روز، یعنی صبح تا شب زندگیشون فوتباله. ایشون انقدر علاقه به فوتبال دارن، ایفرسپور، من جرئت نمیکنم چیزی بگم. ولی بعضی ها هستن که انقدر فوتبال دوست دارن که زندگیشونو اصلا همه چیشون شده فوتبال. یه چیزای دیگه هم هست که دونستنش مفید، کمک میکنه به اینکه شما بیشتر از اون به بعد فوتبال رو دوست داشته باشی. مثلا راز بقا که ببینی، وارد ولش کن. عرض کنم خدمتتون که خیلی ممنون که تشریف آوردین برنامه ما. انشالله که همیشه همجوری سرحال و قبراق گزارش ورزشی کنید و ما رو خوشحال کنید. خاطره خیلی جالبی دارید از این سوال کلیشه‌ای بکنم تو همه برنامه میپرسن. خاطره خیلی جالبی دارین از بازی‌هایی که تا حالا گزارش کردین؟ حالا این بقول شما سوال کلیشه‌ای، جواب کلیشه‌ای هم داره که این کار ما همش خاطره است. بله. بعد اما خب به هر حال همه گزارشاتون مثل بچه‌هاتون میمونن؟ مثل بچه‌هام میمونن. بعد دخترم نمیدونم به گزارش کرد. خاطره جالب، حالا چیز خاصی الان بذارم نمیشه، فکرم همش خاطره است. واقعا هر چی فکر میکنم اینقدر جالبه، این آدم علاقه داشته باشه همش جالبه. من داشت یادم میرفت، شما یادتون مونده بود دختر شما میدید به گزارشگر فوتبال؟ من هنوز ازدواج نکردم. حالا 25 سال دیگه، حالا هم جالبه هم جالب نیست. یعنی به یه طرف من تصور میکنم که مثل خودم برای فوتبال و جزء فکر ذکرش همش این باشه، خب این یکم دردسر درست میکنه. از طرف هم خوب آدم مثلا با دامادش بشین از صبح تا شب در مورد فوتبال صحبت کنه. به اینا بیافتن به هم چی میشه؟ یعنی شب دامادشون بیاد خونهشون، ایشون هم اون موقع دیگه مثلا حال پیر شده.
اینا میخوان بشینن تا صبح جیغ و ویغ کنن، فوتبال تماشا کنن، بپرن بالا پایین، تفلک دخترش و خانومش. عرض کنم خدمتتون که به هر حال خیلی ممنون که تشریف آوردین، موفق باشین. ما تقریبا همه مردم ما شما رو و صداتون رو خیلی دوست دارن و به کارشناسان انشاءالله فرصت بدین که بیشتر صحبت کنن در میان گذشته شما. خیلی متشکرم، ممنون از شما هم که تشریف داشتید. بزن این کانال یه دقیقه لاغر خدافزی ما ببین، اون کانال هی داری فوتبال نگاه میکنی، یه دقیقه بزن من خدافزی کنم باید دوباره ببین، یه شب بشینی برنامه ما رو ببینی، یه شب فقط، بقیهش رو فوتبال ببین دیگه. خیلی ممنونم، شب بخیر، خدافز.